یک روز پس از آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، هیئت‌های اعزامی مصر که میانجی آتش‌بس هستند برای نظارت بر تداوم آن وارد اسرائیل و نوار غزه شدند. در همین حال پرزیدنت بایدن میگوید برای تداوم آتش‌بس دعا می‌کند. گزارشی از مهدی آرامی در این باره. به رغم درگیری چند ساعته روز جمعه بین پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی در اورشلیم، آتش‌بس میان ارتش اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه نقض نشده است. پرزیدنت بایدن در کنفرانس خبری خود ضمن تاکید بر حمایت از اسرائیل گفت برای تداوم آتش‌بس دعا می‌کند. من برای تداوم آتش‌بس دعا می‌کنم. من وقتی نتانیاهو قولی می‌دهد، حرفش را قبول می‌کنم. او هیچ وقت زیر حرفش نمیزند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای تداوم آتش‌بس به منطقه سفر خواهد کرد. پرزیدنت بایدن میگوید تروریست بودن حماس مانع از کمک آمریکا برای بازسازی نوار غزه نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه همکاری خواهد کرد، ضمن آنکه تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد تا حماس از منابع مالی برای جنگ افروزی استفاده نکند. به گفته حماس در جنگ هوایی 11 روزه دست کم 240 فلسطینی از جمله 66 کودک در غزه کشته شدند. اسرائیل نیز از کشته شدن 12 نفر از جمله یک سرباز و یک کودک خبر داده است. مهدی آرامی، صدای آمریکا.